محل دفن سر حسین در کجاست؟ آیا سر حسین در مصر دفن شده؟ همونطور که جسد علی هم تو نجف قبر داره، هم تو مزار شریف افغانستان و هیچ کدوم از مراجع شیعه هم با این جو که بزرگ مشکلی ندارن، پس سر حسین هم میتونه در چند جای زمین دفن شده باشه و که قطعا میگن اسنادش هم موجوده. یکی از اونا مصره. اگه بخوایم بررسی کنیم که آیا سر حسین چطور در مصر دفن شده، باید بریم به قبل از کربلا، زمانی که علی ابن ابی طالب در ماه رمضان سال 40 هجری به شهادت رسید. در حال اقامه نماز صبح بود که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، یکی از خوارج، اون رو در مسجد یا در مسیر مسجد کوفه از پشت سر هدف شمشیر قرار داد. مردم کوفه با حسن بیعت کرده بودند و اون به عنوان خلیفه مسلمان‌ها برگزیده شده بود. در اون زمان همه سرزمین‌های اسلامی دچار آشفتگی شدند و دولت اسلامی به دو دسته تقسیم شد. جنگ داخلی همه جا رو فرا گرفته بود. جنگی بین لشکر علی و لشکر معاویه. در این جنگ ها نام‌های بزرگی حضور داشتند. آیا شما این نام‌ها رو می‌شناسین؟ این یک فتنه بزرگ بود. بعد از اون حسن پس از بر عهده گرفتن خلافت تصمیم گرفت که به این جنگ‌ها پایان بده و خواستار یک پارچگی و وحدت بین مسلمونا شد. در این فتنه برخی از بزرگترین اصحاب رسول الله هم به شهادت رسیدن. حسن تصمیم گرفت از خلافت کنار بکشه و خب اون رو به معاویه واگذار کنه. این تصمیم فقط از طرف یک انسان حکیم و خردمند مانند حسن برمی اومد. حسین با برادرش حسن مخالفت میکرد و میپرسید که خب چرا از خلافت برای معاویه کنار میری؟ مگه این معاویه نبود که با ما جنگید؟ حسن به حسین میگفت که با من مخالفت نکن، من میخوام با این اقدام خون مسلمونا رو حفظ کنم. حسین هم به برادرش میگفت هرچه صلاح میدونی همونو انجام بده. البته توجه داشته باشین که حسن از حسین بزرگتر بود. حسن به نزد معاویه رفت و از خلافت کنارگیری کرد. بر اساس روایتی پیامبر اسلام سالها قبل حسن رو در کودکیش در آغوش گرفته بود و گفته بوده که این پسر من سیده و خداوند به وسیله اون میان دو گروه بزرگ از مسلمونا صلح برقرار میکنه. در صلح‌نامه حسن شرطی وجود داشت که نقطه عطفی در تاریخ بود. قرار بود بعد از مرگ معاویه خلافت به حسن برگرده. اگه معاویه درگذشت و حسنم در اون زمان وفات کرده بود، خلافت به شورای مسلمونا برمیگرده و اونا خلیفه رو تعیین میکنن. اینطوری خونها محفوظ میمونه و وضعیت مسلمونا بهتر و آرامشم فراگیر میشه. قبل از سال 50 هجری شیعیان عراق مدام به حسن و حسین نامه می‌نوشتن که بیا اینجا و ما تعدادمون زیاده و میتونیم حکومت رو پس بگیریم از معاویه. حسن نامه ها رو به آتیش می‌انداخت و به برادرش حسین اشاره می‌کرد که این عراقیای حقه باز بالاخره این حسین رو فریب میدن. در سال 51 هجری حسن در اوج جوانی خودش درگذشت. موضوع اینجا برای ما فوت حسن نیست، بلکه مهمتر اینه که پس از اون خلافت از شورایی و مردم سالارانه به وراثتی تغییر پیدا کرد. بعد از مرگ حسن شیعیان کوفه نامه‌هایی به حسین نوشتن که ما می‌خوایم خلافت رو به تو برگردونیم. حسین به اونا نامه نوشت که من به عهد حسن پایبندم و معاویه هنوز زنده هست، پس نمیتونم با معاویه بجنگم. این یک عهدنامه هست و ما بعد از مرگ معاویه میبینیم که به هر حال وضعیت به چه صورت در میاد. اما معاویه شروع به بیعتگیری برای پسرش یزید کرد. حسین کم کم داشت تحت تأثیر نامه های شیعیان کوفه قرار میگرفت با این مسئله که معاویه به وجود آورده بود و شروع کرده بود برای پسرش یزید بیعتگیری میکرد. خب روشن بود که حسین بیعت با یزید رو رد میکنه. بجز حسین برخی دیگر از اصحاب هم از بیعت با یزید خودداری کردند. وقتی که نزد عبدالرحمن ابن ابوبکر فرزند خلیفه اول مسلمونا رفتن تا از اون برای یزید بیعت بگیرن، بهشون گفت که شما میخواین خلافت رو پادشاهی کنین و بنابراین من با یزید بیعت نمی کنم. دلهوره بود که مسلمونا رو فرا گرفته بود از اینکه بعد از وفات معاویه قراره چه اتفاقی بیفته، چون با این وضعیت جنگ‌های جدیدی بر سر خلافت در راه بود.
شام و بنی امیه هم با خلافت یزید موافق بودند، اما حجاز و بنی هاشم خلافت رو بر اساس رأی شورا می‌خواستند. سال 60 که رسید و معاویه وفات کرد، یزید خلافت رو به دست گرفت. وقتی از دور به صحنه مسلمان‌ها نگاه می‌کنیم، از خودمون می‌پرسیم که خب چطور یزید خلیفه شد و حسین، اون مرد فقیه، نبی رسول الله، سید جوانای بهشت، نتونست خلافت رو بگیره. حسین به خلافت یزید راضی نشد و اومد تعدادی از بزرگان اسلام هم با خودش موافق کرد، مثل عبدالله ابن عمر ابن خطاب و عبدالله ابن زبیر. نامه‌های زیادی از شیعیان کوفه نزد حسین رسید که در اونا گفته بودن ما با یزید بیعت نکردیم و نمی‌کنیم. نزد ما بیا و ما تو رو در مقابل یزید پشتیبانی می‌کنیم. 4 ماه این نامه ها از اهل کوفه به سوی حسین می اومد. حسین پسر عموش مسلم ابن عقیل رو به کوفه فرستاد تا حقیقت رو از نزدیک ببینه که خب آیا این واقعیت داره و یا کوفیان میخوان حسین رو فریب بدن که بکشنش. مسلم رفت به کوفه و بعد از اونجا به حسین نامه نوشت که مردم اینجا همه تو رو دوست دارن، از حضور من خیلی خوشحالن، بیا تا مردم کوفه با تو بیعت کنن چون مشتاق بیعت با تو هستن، خیلی زود به سوی کوفه حرکت کن. حسین فریب نامه ها رو خورد و تصمیم گرفت که مکه رو به سوی کوفه ترک کنه. خیلی ها نزد حسین اومدن و بهش گفتن که این کارو نکن، از جمله عبدالله ابن عمر ابن خطاب، عبیدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر ابن عاص و حتی عبدالله ابن عباس مفسر قرآن. به اون گفتن که ای حسین، نزد کسانی میردی که پدرت را کشتند و به برادرت هم خیانت کردند، من آنها را جز این نمیبینم که تو را تنها بگذارند. اما حسین متاسفانه اصرار داشت که بره. حسین به راحتی میتونست بیعت اهل حجاز یعنی مکه و مدینه رو برای خودش بگیره و حتما اهل حجاز هم باش بیعت میکردن. حسین با یزید مخالف بود و نامه های اهل کوفه هم براش خیلی جذاب بود، اما خطر مرگ به جرم مخالفت با حکومت همیشه در کمین بوده و این موضوعی که بعدها برای عبیدالله ابن زبیر هم اتفاق افتاد. در اواخر ماه ذی‌الحجه حسین به سوی کوفه از مکه خارج شد. در اواخر ماه ذی‌الحجه بود که حسین به قصد رفتن به کوفه از مکه خارج شد. همراه اون خانواده‌اش بودن، زنان و کودکان هم بودن. اما در مسیر یک خبری به حسین رسید که اون رو مجبور کرد 1000 بار به این مسیرش فکر کنه. مسلم ابن عقیل نماینده حسین که برای اون نامه نوشته بود که بیا ما منتظر تو هستیم کشته شده بوده. بله، مسلم ابن عقیل کشته شده بود، اما چطوری؟ داستان مشکوک بود و بوی خیانت می اومد. شیعیان کوفه نه تنها مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشته بودن، بلکه حتی در خیابون راه می رفتن و کسی حتی یه ذره آبم بهش نمی داد و هنگامی که نزد یک خانواده خوابید که بتونه استراحت کنه و جون خودش رو نجات بده، اونا اون رو به لشکر بنی امیه لو دادن. این خبر در نیمی راه به حسین رسید. حسین توقف کرد و مردمی که همراه اون بودن ترسیدن، ترس بر اونا غالب شد. اونا به حسین گفتن ای حسین، به مکه برگردیم. فرزندان مسلم گفتن که نه، ما باید بریم و انتقام مسلم ابن عقیل رو بگیریم یا مانند اون کشته بشیم. در مقابل حسین دیگه راهی نمونده بود جز این که به مسیرش ادامه بده، چون مسلم ابن عقیل به خاطر اون کشته شده بود و اون مسلم ابن عقیل رو فرستاده بود. حسین به همراهانش گفت من به مسیرم ادامه میدم، کسانی که مایل به بازگشت هستند میتونن برگردن. اونجا بود که بسیاری از همراهان برگشتن و کسی جز اهل بیتش باش نموند. همین که حسین به کوفه نزدیک شد، والی کوفه یک ارتش 1000 نفره نزد اون فرستاد، در حالی که حسین فقط با اهل بیتش بود.
قطعاً حسین نمیتونست با کودک و زنای همراهش بجنگه. فرمانده این لشکر پیش حسین اومد و گفت ای حسین، به مکه برگرد. اگر تو به کوفه وارد بشی، اونا تو رو میکشن. حسین اما بهش گفتش که تو داری منو میترسونی، من اصلا از مرگ نمیترسم و به مسیرم ادامه میدم. حسین به راه خودش ادامه داد تا به کربلا رسید. عبیدالله از تصمیم حسین دلخور شد و گفت که حسین به حرف من گوش نمی کنه، پس ما باید تهدید رو جدی تر کنیم. بنابراین اومد یک لشکر 4000 نفر رو برای حسین فرستاد و با اون 1000 نفر قبلی مجموعاً شدن 5000 سرباز. فرمانده این لشکر هم عمر ابن سعد بود. هیچ کس رغبتی به کشتن حسین نداشت، چون حسین نوه پیامبر بود، حسین پسر علی بود. ولی به هر حال فرماندهان لشکر جز اطاعت از دستورات رهبران خودشونم راهی نداشتن. عمر ابن سعد به حسین گفت ای حسین، بیا تا این موضوع رو دوستانه حلش کنیم تا خون دو طرف هم حفظ بشه. یا به مکه برگرد یا به دمشق برو بیعت کن و موضوع رو با یزید حل کن، ما هم از این قضیه خارج کن. حسین با این پیشنهاد موافقت کرد و گفت که هر کدوم رو بپذیرید باشه، من انجامش میدم. عمر ابن سعد یه پیامی برای عبیدالله ابن زیاد نوشت که خب نگران نباش، موضوع حل شده و بدون اینکه خونی ریخته بشه حسین قبول کرده مسئله رو. عبیدالله خیلی خوشحال شد، ولی یک شیطانی به نام شمر ابن ذوالجوشن که قبلن از شیعیان علی بود کنار عبیدالله نشسته بود. شمر به عبیدالله گفت تو به همین سادگی حسین رو ترک میکنی که برگرده پیش یزید؟ مردم پیش خودشون میگن حسین بر عبیدالله پیروز شد. نه، به نظر من این کارو نکن، اونو اسیرش کن، بیارش پیش خودت، بعد عفوش کن و به مکه برگردونش. اونجوری هست که مردم میگن این عبیدالله بود که بر حسین پیروز شد. عبیدالله کمی فکر کرد و بعد با نظر شمر موافقت کرد و اون رو با پیامی نزد عمر ابن سعد فرستاد. عبیدالله به عمر ابن سعد دستور داد که حسین رو اسیرش کنن و نزد اون بیارن و اگه موافقت نکرد بکشنش و اگر عمر ابن سعد این کارو نکرد اون رو از فرماندهی لشکر عزلش کنن و شمر رو به جای اون فرمانده لشکر کنن. عمر ابن سعد موضوع به حسین گفت. حسین و عمر گفت که شمر میخواد منو اسیر کنه و نزد عبیدالله بفرسته. به من تا صبح مهلت بده تا من فکرامو کنم. خیلی از همراهان حسین که حتی تا اینجا اومده بودن باهاش باز اونا برگشتن. اونا گفتن ما همراه تو اومدیم تا مردم باهات بیعت کنن، ما برای جنگ نیومدیم. خلاصه خیلی رو گذاشتن رفتن و فقط 72 نفر باقی موندن که اونم اهل بیتش بودن. حسین فریب شیعیان کوفه رو خورده بود. حسین شب رو کاملا در نماز و تلاوت قرآن سپری کرد، چرا که خب حدس میزد به هر حال این آخرین شب زندگیشه و روز بعد جنگ شروع میشه. 5000 سرباز مقابل 72 تن. این 72 تن یکی یکی جلو حسین کشته میشدن و اولین اونم فرزندش علی اکبر بود که حسین اون رو در آغوش گرفت و فریاد زد که ای شیعیان کوفه به دادمون برسین، ما در حال کشته شدن هستیم، شما ما رو دعوت کردین که ما بیایم به کوفه. ولی صدایی از مردم کوفه شنیده نشد. بعد از اون برادرای حسین عمر، عبدالله، عباس و عثمان هم کشته شدن و در نهایت دو تا پسر مسلم ابن عقیل و فرزندان برادرش هم کشته شدن، تا جایی که دیگه حسین تنهای تنها موند. حسین در برابر لشکر ایستاد و این لشکر بود که از مقابلش فرار می‌کردند، چون همشون واقعا ترس داشتن از کشتن نبی رسول خدا و لعنتی که در تمام زندگی دامن قاتل رو می‌گیره. شمر به سربازای خودش دستور داد که به حسین حمله کنین و اونو بکشین. یک سربازی به نام زرع ابن شرعی که با شمشیرش به حسین ضربه زد و دستشو قطع کرد.
یکی دیگه با شمشیر به کمر حسین زد و حسین رو به زمین انداخت. ده‌ها شمشیر بر حسین فرود اومد و در نهایت 33 بار به حسین شمشیر زدن. اونا بازم به این بسنده نکردن و اجازه دادن که حتی اسب‌ها روی جسدش راه برن و لباس‌هاش رو تکه تکه کنن. برای اینکه این جنایت کامل بشه، در نهایت سنان ابن انس نخعی سر حسین رو قطع کرد که خب البته در برخی از روایت ها اومده که شمر این کار رو کرده. برخی از قبیله بنی اسد رفتن و بر حسین و همراهانش نماز خوندن و اونا رو در همون جا در کربلا دفن کردن. وقتی که زنای حسین به قصر رسیدن، دیدن که دیگر زنان برای حسین دارن گریه میکنن. و اما یزید وقتی خبر کشته شدن حسین رو شنید چه کار کرد؟ در این موضوع اختلافات زیادی وجود داره. روایت‌های مختلفی در این موضوع نوشته شده. ولی در قوی ترین روایات گفته میشه که یزید وقتی خبر کشته شدن حسین رو شنید با تمام اندوه گریه کرد و گفت من نمیخواستم که قضیه به اینجا برسه و خانواده حسین رو گرامی داشت و اونا رو با تمام خیرات به مدینه برگردوند. و اما ببینیم سر حسین کجا رفت. پس از شهادت حسین، افراد متفاوتی از سر حسین برای خودشون دکان باز کردن. 7 مکان بنا شده و هر 7 ادعا دارن که سر حسین در اونجا دفن شده. قطعاً که سر حسین در یکی از مساجد هست، اما باید ببینیم کجاست. مساجدی که گفته میشه سر حسین در اونا دفن شده، این مساجد هستن که با هم میخواییم پیگیری کنیم. اول اینکه کربلا. گفته شده در کربلا کنار خود جسد حسین هست و این رو رضا ابن طاووس تاریخ نگار در کتابش گفته و ابن کثیر این نقل رو در کتاب بدایت و نهایت تایید کرده و گفتن که سر حسین بعد از 40 روز به کربلا بازگشته و در کنار بدن حسین دفن شده، که قطعا این آرزویی هست که خب همه ما اون رو میپسندیم و دوست داریم این اتفاق افتاده باشه. برای این روایت مشکوکه. تاریخ نگار احمد ابن یوسف کرمانی در کتاب خودش درباره حوادث سال 273 هجری گفته که تاریخ نگار تاج الدین سبکی در کتاب طبقات الشافعیه ذکر کرده که خلیفه عباسی متوکل به یکی از مأمورانش دستور داده که به کربلا بره و ببینه که آیا سر حسین وجود داره یا خیر. اونا فقط استخونهای جسد رو دیدن و جمجمه‌ای در کنار اون نبوده. پس احتمالاً این روایت که سر حسین در کربلاست صحیح نیست. حالا بریم سراغ محل دوم. در کتاب طبقات الکبیره محمد ابن سعد اومده که یزید سر حسین رو به همراه اهل بیتش به مدینه فرستاده و به والی خودش در مدینه عمرو ابن سعید دستور داده که سر رو کفن کنه در بقیع در کنار مادرش فاطمه و برادرش حسن دفن کنه. مسعودی در کتاب التنبیه الاشراف گفته که در سر قبر فاطمه نوشته وجود داشته که روی اون نوشته شده این قبر فاطمه بنت رسول الله و حسن ابن علی ابن ابی طالب و علی ابن حسین است. پس تمام کسایی که در قبر هستن اسمشون اومده به جز سر حسین و محاله که در قبر دفن شده باشه ولی ذکر نشده باشه. اما همچنان این که سر حسین به مدینه فرستاده شده قطعا از معتبرترین روایات تاریخیه. حالا بریم سراغ محل سوم. تاریخ نگار مصطفی ابن یزید در کتابش النبذ و یسیرت فی المزارات الشریفه میگه که سر حسین در مسجد رأس در دمشق دفن شده. ولی تاریخ نگار بزرگ عثمان مدوخ در رد سخنان اونا گفته که این مقام اساساً نبش شده ولی اون رو خالی پیدا کردن. بلکه گفته شده که یزید سر حسین رو در دمشق دفن نکرده بلکه در شهرستان رقه در سوریه دفن کرده. حالا اینجا ما باید بگیم که شهر رقه در اون زمان اصلا وجود نداشته تا زمان حکومت هشام ابن عبدالملک. پس چطوری یزید
سر حسین رو اونجا دفن کرده و گفتن که سر حسین در حلبه و در تاریخ حلب اومده که سر در کوه جوشن دفن شده و این احتمال خیلی ضعیفه چون اصلا هیچ دلیل تاریخی برای اون وجود نداره. حالا بریم سراغ گزینه بعدی. تاریخ نگار شمس الدین مقدسی در کتابش احسن التقاسیم فی المعرفت الاقالیم نوشته که سر حسین در قصر بنی امیه بود تا وقتی که انقلاب عباسیان بر امویان به رهبری ابو مسلم خراسانی به پا خواست و ابو مسلم خراسانی سر رو برد و در مرو که ترکمنستان امروزی هست دفن کرده و این از ضعیف ترین گزینه هست. چرا؟ چون اگه سر در قصر بنی امیه بود قطعا عباسیان اون رو غنیمت میشمردن و از اون یک قوقای بر ضد امویان علم میکردن. ابو مسلم اون رو از قصر خارج میکرد و مردم نشون میداد و میگفت بلند شین ببینین که امویان بی رحم با سر حسین چه کارها که نکردن. پس این هم رد میشه. حالا بریم به دو گزینه مهمتر. مورخ ابن مایسر و القلقشندی و علی ابن ابی بکر و ابن عیاس و مقریزی تمام اینا بر این روایت اجماع دارن که در سال 491 هجری امیر فضل الدین جمالی وارد قدس شده و بر اونجا چیره شده، سپس وارد اسقلان در فلسطین شده و در اونجا یک قبر پیدا کرده که سر حسین در اونجا دفن شده بوده. قبر رو نبش کردن تا ببینن واقعا سر اونجا است یا خیر و سر رو پیدا کردن. مورخ محمد ابن زکی الدین ابراهیم در کتابش مراقد اهل بیت در قاهره گفته که سر حسین در انبال سراح بنی امیه مثل یک راز جنگی محفوظ شده بوده و این موضوع تا زمان حکومت سلیمان ابن عبدالملک برقرار بوده که در نهایت سلیمان اون رو برده و در مکانی در دمشق دفن کرده. این مکان در زمان سقوط امویان نبش شده و سر رو به اسقلان بردن. وقتی صلیبی ها به اسقلان رسیدن فاطمیون سر رو به مصر انتقال دادن. مقریزی در کتاب خودش نوشته که سر در هشتم جمادی الثانی سال 548 وارد قاهره شده. همچنین مورخ ابن عبدالظاهر گفته که وزیر دولت وقت امویان یک مسجد مخصوصی برای سر ساخته و اون رو غسلش داده و با مشکم معطرش کرده. حتی چوبهایی که روی اون غسل داده شده تا به امروز هم وجود داره که این مسجد در قاهره قرار داره. فاطمیون سر رو به قصری از قصرهای خودشون بردن و در اونجا دفن کردن که خب حالا به مسجد سر حسین معروفه. مقریزی در کتاب العدل الشاهد فی التحقیق المشاهد نوشته که عبدالرحمن کت خدا 300 سال پیش تصمیم گرفته که مقام حسین رو گسترش بده و اون گفتن که آیا تو این گفته ها رو باور میکنی که سر در اینجا دفن شده و اون پاسخ داده که نه این صحیح نیست، ما یک هیئتی تشکیل میدیم و بررسی میکنیم که آیا سر وجود داره یا خیر. هیئتی متشکل از علامه ملاوی، مالکی، جوهری، شافعی و علمای دیگه تشکیل شدن و بررسی کردن. حالا ببینیم اونا چی دیدن. یک صندلی چوبی دیدن که روی اون یک تاج ساخته شده از طلا و پوشیده شده با پارچه ابریشمی به رنگ سبز، ولی خبری از سر نبوده. بعد از این اما عبدالرحمن کت خدا مقام رو وسیع تر کرده و مسجدی برای اون ساخته و اوقافی برای اون تأسیس کرده. فاطمیون شیعیان شش امامی بودن و برای اینکه ثابت کنن سر حسین در قاهره هست داستان ها نوشتن، اما خب بالاخره با توجه به اینکه خود قاهره 300 سال بعد از شهادت حسین به شکل امروز در اومده قطعا بعیده که سر حسین در قاهره باشه. از سمتی هم در اون زمان اصلا سردخانه نبوده که سر حسین رو سالها این بر و اون بر بچرخونن. همونطوری که گفتیم قوی ترین قول همون دفن شدن سر حسین در مدینه هست و جسم شریفش هم یقینا در کربلا دفن شده. اما همونطوری که مقریزی گفته هر کجا که حسین بدنش یا سرش دفن شده باشه مهم نیست، مهم اینه که اون در دل ما و وجدان ما جای داره. خداوند از شهید و سید جوانان بهشت و نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرزند علی ابن ابی طالب راضی باشد. تهیه و تنظیم
شبکه جهانی کلمه.